خب بسم الله الرحمن الرحیم، سلام به روی ماه شما خانم ها آقایان عزیزان دلم. بعد از یه وقفه یک ساعته در خدمت شما هستیم و یه گفتگوی زیبا و جذاب رو تقدیم حضور شما خواهیم کرد با عزیز دل هممون مهندس شعبانی بزرگوار، رئیس محترم هیئت مدیره آرو برندی. مهندس جان خیلی خوش آمدید. عزیز دلم بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه دوستان حاضران. ما از وقتی که خب تایم برنامه اون بیشتر شده تا 24-30 دقیقه هستیم، من تا یه نیم ساعت دیرتر هم میتونم بیام بیه، چون بله. ما یه 30 دقیقه به زمان اضافه کردیم. بله درسته، تا 30 دقیقه بام داد اگه کلن علم و بودی زیر سوال. آخر جالبه، تو پخش زنده دیشب فکر میکنم دیدم میگفتش که تیم فلان و فلان میرن برای قهرمانی و نایب قهرمانی میجنگن. کسی واسه نایب قهرمانی نمیجنگه، یا قهرمان میشن یا باختن دیگه. بله. بعد خوبیت زیاده، چون تیکه انداخت با یه وقفه یک ساعته خواستم جواب بدم. خب من یه خواستم یه سلامی داشته باشه. نداشته باشه، مخلص مشمول که نیستی. خیلی خوش اومدید عزیز دلم. عرضم به حضورتون که عذرخواهی میکنم بابت تاخیر، یه ذره دیر اومدم، یه چه جلسه بودم. بعد نکته بدترش این بود که تو راه خوردم به یه از این کارناوال های عروسی. نه جشن قدی. بعد خوردیم به دو سه تا از این چادر موکبایی که چای میدن، یه ذره ترافیکش بیشتر شد. زنده باشی. بعد تا دهانیم هم وقت داریم دیگه. آره. پخش زنده عربی و انگلیسی رو دهانیم شروع میکنیم. خوبه، میریم ان شاء الله. خیلی متشکرم. امروز ما در خدمت یکی از نمایندگان مجلس بودیم و گفتگوی خوبی هم تقدیم حضور بیننده‌ها شد. خب یه جلسه هم با شما داشتن. یه چه خبر داشته باشیم و این مقدمش بود دیگه و اینا فکر می‌کنم جزء برنامه بود. عرضم به حضورتون که چه خبر؟ الهی بگردم بچه موشانی داره سرسنا میکنم. یه چه خبر بریم؟ تو هفته ای که گذشت یه جلسه خیلی خوب داشتم که رسانه‌ای نشد. بله. اومدم بهتون بگم رسانه‌ایش بکنید. بعد خب جلسه چون تو وزارت امور خارجه بود، اونجا امکان عکاسی اینها وجود نداره. با سفیر جدیدی که قرار برای استرالیا گذاشتن، آقای دکتر صادقی، خیلی جلسه خوبی بود. نگاه مثبت و قشنگی داشتن و حالا ایشون قراره امروز سه‌شنبه از پنج‌شنبه میرن. درست. و سفیر جدیدمون هستن. آخه ما یه سفیر رو قرار شد بفرستیم، سفیر سوئد. بعد این بیشور برداشت یه حرکتی کرد، فعلا سفیر رو نگه داشتن. نگه داشتن خواستیم سوئد رو بزنیم بترکونیم، نفرستیم اصلا، بفرستیم خط جنگ به جای اینکه بری سوئد سفیرمون باشی. حالا ان شاءالله فکر کنم فردا میرن. نگاه خوبی داشتن، جلسه خوبی بود. اتفاقا پیروزم یه جلسه دیگه با یکی رفتم توی تهران، داشت میرفت سوئد، بچه‌های یه برند معروف بود، قائم مقام یه برند معروف بود. این مهندس تالیا یه کاری کرده، من اسم برند دیگه نمیارم، دیگه تبلیغ میشه. بعد خوب بود، جلسه خوبی با ایشون رفتیم. یه جلسه که با یه دکتر مظفری داشتیم که جلسه خیلی خوبی بود. امروز نگاهشون رو دوست داشتم، جنس نگاهشون رو و جنس دغدغه هاشون قشنگ بود. نمایندای مجلس ذره خب جنسشون فرق میکنه دیگه، یه کمی محلی تر دغدغه دارن. مثلا میگفت گرگانو چیکار میکنی، قشنگم گرگانو پرزنت میکردن که مثلا نمیدونم. حالا من پرسیدنشون ندیدم چون جلسه داشتم. گفت این ظرفیت ها رو داریم، قزاقستان فقط پیش ما تنها که شهری هستیم که پرواز مستقیم داریم. نمیدونم اینا رو تو بخش زنده گفتن یا نه. نه ایشون نداشت. و یه درخواستی هم از ما داشتن که روی گرگان فکر کنیم. آخه میگفت قائم شهر هستی، به فاصله 1 ساعت و نیم بیا گرگان. بودم اونجا شهر مادری ماست، قضیهش فرق میکنه. آها، حالا یه سرم این ور بیا. آدم خیلی دوست داشتنی بودن. و یه جلسه با ایشون رفتیم، یه اتفاق خوب افتاد تو این هفته ای که گذشت. مشکل پولمون با آفریقا یه ذره که ذره بیشتر تقریبا حله. بله. و یادت گفتم داریم سعی میکنیم پول گرفتن از آفریقا رو راحت بکنیم. اون مشکلمون هم حل شده، میتونیم از آفریقا راحت تر پول بگیریم. اون دغدغه های ریسک بودنشون میره و یه رابطه خیلی خوب و یه مسیر خیلی خوب با تونس باز کردیم. یه آدم خیلی جذاب دیدم، یه آدم پر انرژی، آدمی که کارمند یه جایی بوده، یه سال مرخصی گرفته، اومده میخواد بره یه کارای خوبی بکنه. دوست داشتم نگاهشو. جلسهش جلسه قشنگی بود. یه خاطره بگم بخندید. ما رفتیم جلسه،
فامیلاشو نخوام بگم باید چجوری بگم؟ مثلا فرض کنید یکی بود دو تا فامیل شبیه هم بگید، حسینی حسنی. بله من با حسینی جلسه داشتم، به من گفتن آقای حسنی اومده، من گفتم یا من بد شنیدم حسینی حسنی بوده یا بچه‌ها بد میان، خلاصه بگید بیاد تو. اومد نشست، دیدم یکی از بچهای 97 8 آراد بود که با مهندس با استاد تالیا توی زمان پارکوی جست پارکوی چند بود 97 بود دیگه، جست از زمان جست پارکوی احتمالاً بگم فامیلش بعدن تو بشناسیدش. بعد اون اومد با همون عزیزی که گفتم بزرگ یه صنعتی بود و می‌خواست بره استرالیا سری کارا بکنه، بعد خیلی باحال بود، میگفت من با آراد شروع کردم، از آراد یاد گرفتم تجارت رو، بعد رزومه داشت الان ها، یعنی لذت میبردم باش صحبت میکردم. اون اومد بعد این بنده خدا اومد کلا روز جالبی بود چرا سرفه میکنم، اون روز تهران روز جالبی بود و اتفاقات خوبی که تو این هفته افتاد اینا بود، لینک های خوبی تو آفریقا زدیم، روسیه رو تقریبا رفتیم قطعیش بکنیم و حالا روش صحبت میکنیم، بعدن توضیحات میدیم که چجوری میخواییم انجامش بدیم. فکر کردم میخواد برامون چایی بیاره یه لحظه، چرا فکر کردم میخواد برامون من چایی بیاره؟ نه اون مدل اومده میشه، مدل اومده میشه، منم یه لحظه گفتم آره الان میاد تو صحنه داره حالا بیاری هم بد نمیشه یاسه، بذار بیرون میخورم. و این اتفاقی بود که تو این هفته افتاد، اتفاقات خوبی بود، خوشحالیم. امروز هم یه تصمیم مهم گرفتیم، حالا نظر سنجیش هم تو کانال میاد، اگر تا الان نیومده باشه میاد، اومده. یه تصمیم خیلی مهم گرفتیم که حالا یکم هم در مورد این توضیح میدم و بعدش اگه سوالی چیزی بود جواب میدم. ببینید بذارید از اولش شروع کنم. ما تو تجارت مخصوصا به شیوه آرا دو تا بحث داریم، یکی پیدا کردن و جذب سیگنال و هر چیزی که مربوط به سیگنال باشه، دو پاسخ دادن به این سیگنال ها. همیشه از اون اولی که اومدیم ما سعی میکردیم کاری بکنیم که تعداد سیگنال ها افزایش پیدا بکنه، تو هر دوره ای هم یه بخشیش آراد گردن میگرفته، یه بخشیش رو مثلا میداده به تجارش. تجربه نشون میده هر چقدر سهم آراد میره بالاتر، خروجی میاد بالاتر، فعالان میان بالاتر، موفقیت میاد بالاتر. این نگاه کن آقای کسرا یا حمید که روبروم نشستن، اینا 92 حمید چند شروع کردی؟ 92 شروع کرد، 91 اینا مال دوره ای هن که ما اومدیم گفتیم آقا این سایت رایگان در اختیارتون، محتوا بنویسید 90 شما 10 ماه، درست حمید؟ آموزش تولید محتوا بشید. بعد یه دوره بهشون گفتیم که 60,000 تومن بدید 90-10 دوباره باشیم، ما هم یه سری کارا روش میکنیم. این ما تو مثلا همه اون سالها تلاش کردیم، ولی پیک ما اونجایی که تعداد بچه‌هامون خیلی زیاد شد سالی بودی بودیم آتاد محتوی رو ما انجام میدیم. چرا؟ خوب یا بد ما هرچی میایم جلو از 91-92 به بعد جامعهمون یه ذره تنبلتر میشه. حالا این یه ذره رو میتونید نزدیک به 100 نگاهش کنید، تنبلتر میشه. یعنی مثلا آی کسرا یادشه دیگه، ما یه زمانی جلسه می رفتیم 50 تا آدم می اومدن 45 تاش کار می کردن، ولی الان 50 تا آدم میان شاید 10 تاش کار بکنن، 5 تاش کار بکنن. با من یه جایی چند روز پیش جلسه رفتم، یه 25-30 تا بودن. مثلا طرف میگه من 3 سال تو آرادم، اون یکی میگه مثلا من 2 سال تو آرادم. من وسط شما ایستادم، همه داشتن من نگاه میکنم، فکر کنم منم یکی از اونا، من شعبانیم. ای بابا تو تا 5 دقیقه پیش نمیدونستی من کیم. یه جایی یکشون گفت ببین آیه قربانی من شعبانیم، قرآن من شعبانیم. امروز همین امروز با یکی جلسه داشتم، بعدش رفت من اینجا نگاه کردم رفتش. بابا یکی از بچه‌ها زنگ زدم، یکی از بچه‌های خودمون یه 2 ماه نیروی ما بوده، به علت ضعف کاری گذاشتیمش کنار، بهش زنگ زدم. بابا آها جالبه، زنگ زدم به یکی گفته بود آ دوری رو من نیست خوبه، زنگ زد به یکی گفته بود که من از این شعبانی خیلی بدم میاد، آدم به درد نخوری. بعد بهش زنگ زدم کیه؟ بهش زنگ زدم گفتم که من شعبانی ام. آ تامین کننده برنج بودید دیگه، حله تو از من با ددت بیاد. تو 2 ماه تو تیم من کار کردی
به من میگه تامین کننده برنج. بهش گفتم بابا ولمون کن، قطع کردم دیگه، اصلا باش صحبت نمیکنم. آره برنج خواستی زنگ بزن، قطع کردم. یه واقعیتی، ما هر چقدر تجربه‌مون بیاریم سمت آراد بهتر میشه. درست. بچه‌های ما بیشتر کار میکنن، سیستم نظارتمون بیشتر کار میکشه. بعد دوستان این مدل رو بیشتر دوست دارن. الان ما یه چند ماهی اومدیم یه سری خدماتمون رو کمتر کردیم. خب خیلی هم خوب بود. واسه که دوستان یه ذره بیشتر لمس کنن سیگنال چجوری میاد، چه زحمتهایی داره، چه کارهایی باید انجام بشه. خب خوب بود. دوباره ما میایم بخش فعالیت آراد رو در جذب سیگنال افزایش میدیم. یعنی ما با خودمون بستیم که چون میخواییم تیم رو بزرگ کنیم. ببینید من جلسه زیاد میرم، همه جلسات هم فکر نکنید گل و بلبل و خوبه ها، جلسه بد میرم، جلسه خوب میرم، جلسه میرم که آخرش فوش بهم میدن، جلسه میرم که آخرش میگن آقا شما بی‌نظیری. تجربه رو میگم و نسبت آدم هایی که خودشون تأثیرگذار بودن، خودشون به درد بخور بودن، خودشون یه خروجی هایی داشتن که از ما خوب میگن، نسبت به آدم هایی که هیچ کاری نداشتن، این رزومش مثلا در حد همون شکره است خب، و از ما بعد میگن، خب من میفهمم که آقا داریم خوب میریم، اوکیه، مسیرمون درسته، راضیم. الانم ما میایم این کار رو انجام میدیم و تو بخش های مختلفی که از سیگنال وجود داره. یه چیزم الان بگم، یه فکرم یک دو جلسه پیشم گفتم، آقا سیگنال این که من این مدل رو دوست دارم، این مدل دوست ندارم، این مدل کار میکنم، این مدل کار نمیکنم، اصلا تعریف نمیشه. ببین من با سفیر ایران توی اون کشورم جلسه میرم، یه جور برام مشتری میاره. با سفیر اون کشور در ایرانم جلسه میرم، یه جور دیگه برام مشتری میاره. با یه سری تو شبکه‌های اجتماعی مذاکره میکنم، یه جور برام میاد. یه سری خودشون به ما میدن، یه جوره. یه مشتری پا میشه میاد ایران، یه جوره. ولی اصلا اینجوری نیستش که بگیم آقا اونی که اومده ایرانو جواب بدی، اونی که به ما تو شبکه اجتماعی گفته سلام محل ندیم، یا نبگیم هر وقت اومدی ایران صحبت میکنی. اصلا این تعریف بیمعنیه. شما اگر میخوای کار بزرگ بکنی، اگر میخوای کار سنگین بکنی، مجبوری و محکومی تو این اقتصاد که از روشهای مختلف تعداد سیگنالهاتو افزایش بدی. این الزامه. یه مناظره شما داشتید که آقا پول بهتره یا اعتبار؟ تو مناظرتون یادتونه که آقا پول بهتره یا اعتبار؟ خیلی روش بحث شد. با پولیا خیلی ساده میتونستم بگم ببین پول، ما وقتی میخوایم سیستممون رو پایدار بکنیم اولین نیازمون پوله نه اعتبار. از کجا میگم؟ شما الان تو بازار خیلی ها رو میتونی پیدا بکنی که آدم های هنوز معتبری هست ولی پول ندارن و جایگاهی هم تو بازار ندارن. یعنی تو بازار شما میری میبینی حاج آقا فلانیه، تو امروز چک برگشتی نداشته، همین الان هم خیلی آزم بهش جنس بدن براشون کار کنه، ولی دیگه الان نه مثلا حجره بزرگی داره، نه تراکنش بالایی میزنه. چرا؟ چون پول در نیاورده. آقا من میخوام کارمو گسترش بدم. واسه گسترش چند مدل سیگنال داریم؟ آقا یک سیگنال چی بود؟ تولید محتوا سایت ورودی بده. مدل خوبیه، سیگنالاش از همه جذاب‌تره و انجامش میدیم. یه زمانی انجام دادیم، قدرتمون رو نشون دادیم. یه جا رفتم گفتش شما خیلی رو سایت خوب بودی، چرا ولش کردی؟ گفتم ولش نکردیم. تو سایت هم ما عالیم، بی‌نظیریم. ولی سایت اون تعدادی که میخوام نمیده. بله. ببین من یه تعدادی ورودی میخوام. درست؟ آقا علی بابا ورودی میده. بله، اون تعدادی که میخوام نمیده. سایت ورودی میده؟ بله، اون تعدادی که میخوام نمیده. شبکه‌های اجتماعی ورودی میده؟ بله، ولی اون تعدادی که میخوام نمیده. سیگنال بازارسازی ورودی میده؟ بله، ولی اون تعدادی که میخوام نمیده. چیکار میکنی؟ همشو میخوام. چون یه خروجی مد نظرمه، همشو میخوام. آره منم موافقم که سیگنال هر چقدر بیاد کیفیتش بالاتر، چگالی پولش میاد. ولی شما یادتون باشه کیفیتو که میارید بالا، همزمان دارید تعداد رو میارید پایین، و اول باید رو کمیت کار کنید بعد رو کیفیت.
یه ذره واقعا یما واقعا من دوست دارم بخصوصا بچه ها را تو اقتصاد باسواد باشی، باسواد باشی. آقا کالای خوب در بازار کالایی است که کیفیتش خوب باشه. چقدر جلسه رفتید اینو شنیدید؟ قربون شکل ماهد، کیفیت مساوی با قیمت پولشو میده؟ وقتی مشتری عراقی میشینه روبرود میگه من با کف قیمت میخوام، چجوری میخوای با کیفیت این صحبت بکنی؟ چجوری؟ یه دوستی رفتیم جلسه میگفتش که یه مشتری داشتیم از یه کشوری اومد گفت 15 گرمی پودر میخوام. واضح تو چشامو نگاه کرد گفت نمک بریزید، قیمتش برام مهمه. گفت تو چشام نگاه کرد گفت نمک بریزید. آقا این مهرداد روبروی من نشسته، ما دو هفته با یه مشتری دعوا کردیم آخرام بهش نفروختیم، گفت چادری بفرستید بارو 3000 تا، 3000 تا ارزان تر در بیاد. ما میدونستیم که اگه چادری بفرستیم محصول نمیرسه، آب اون محصول و شیره اون محصول میرسه، نفروختیم. آقا ما یخچال دار میفرستیم، میخواید آخه، نمیخوای نمیفروشی. وقتی مشتری اینجوری نگاه میکنه چجوری شما رو کیفیت؟ پس یه سری کلمات فقط قشنگه، واقعیت نیست. آقا سیگنال مثلا سایتی خوب سیگنالیه، تو شکی نیست، تو شکی نیست، ولی به چه تعداد؟ بله. کسی هست بگی آقا مثلا به ازای من 2000 تا 10000 تا 5000 تا آدم دارم، همه اینا رو تأمین میکنه؟ آمازونش تأمین نمیکنه، تأمین نمیتونه بکنه. پس ما باید از همه روش ها استفاده کنیم. ما اولین کاری که میکنیم سایت رو برمیگردونیم، خدمات سایتی رو به بچه ها برمیگردونیم. خب دیگه رو سایت کری نمیخونیم، قبلا ثابت کردیم دیگه. این دیگه نیاز به کری نداریم و کاراشو انجام میدیم، این خدماتو به دوستان میدیم. یه روش از سیگنال اینه، همه کاراش هم دفتر انجام میده. روش دوم از شبکه‌های اجتماعی استفاده میکنیم. الان شبکه اجتماعی بچه‌هایی که تو مرکز تجارت و اینها کار میکردن دیدن ورودی دارن، خوبم هستش. ورودی سایت یا گروه تلگرام نمیخوام مقایسه کنم، ولی تقریبا همه تو مطمئنی سایت بهتر از گروه تلگرامه، هممون مطمئنی، ولی تعداد گروه تلگرام بیشتره، راحت‌تره، سریع‌تره. ببین یه پوانایی هم این داره دیگه، منم میخوام کار کنم، منم میخوام کار بکنم. شبکه اجتماعی الان میریم تو بازار صادراتی، فیسبوک و لینکدین هم میاریم تو بازی و کاراشو انجام میدیم که ورودی بهمون بده. آقا چقدر ورودی میده؟ خوبه، ورودیاش سریعه و خوبه. میتونیم 1000 تا پیج بیاریم بالا؟ نه، بسته میشیم، آی پی مونو میزنه میبنده. ولی من میتونم یه دونه پیج خیلی خوب از دفتر دهلی بیارم بالا، یه دونه از دفتر چنای بیارم بالا. درست شد؟ پس میریم از شبکه‌های اجتماعی هم سیگنال ورودی میاریم. الان دارم میگم، واضح میگم، چون رو همه این مدل‌ها کار میکنم. اگر کسی بتونه ثابت کنه یکی از این مدل‌ها به درد نمیخوره، تو این پخش زنده میگم آقا بیاد بگه این روش ازش پول در نمیاد، قسم میخورم از اقتصاد میرم بیرون. نمی‌دونی چرا قسم میخورم اینقدر راحت؟ میگن یه روزی ملا صدرا بوده، اولی سینا بوده، کی بوده، شاگرداشو جمع کرد، یه ظرف آب گرفت دستش، گفت تو این ظرف آبه؟ گفتن آره. 70 منطق آورد که تو این ظرف آب نیست. گفت حالا تو این ظرف آبه؟ گفتن نه دیگه. زد تو آب خیس شد. گفت حالا تا فردا که تعریف کنم شما خیس شدید دیگه. میگه توش آبه. شما 1000 تا منطق بیارید، من میگم از این روش اینو پول کردم. دیگه چی میخواهید بگی؟ آقا این سیگنال ورودیشو ببین، اینم پولش. تا اینجا درست؟ پس شبکه‌های اجتماعی رو اضافه میکنیم، تیم ما انجام میده، درسته، و ورودیاتونو میاریم بالا، سیگنال‌هاتونو میاریم بالاتر. روش بعدی سیگنال‌های بازارسازیه. الان داخلیشو داریم. یه کاری که استاد تالیا داره زحمتشو میکشه با تیمش، کیفیت سیگنال‌های بازارسازی رو میاره بالا، ولی داریم بازارهای دیگه مثل عربی، انگلیسی، اینها رو هم به پکیجمون، به پکمون، به ساختارمون اضافه میکنیم که این سیگنال ها رو هم داشته باشیم. آقا من تو تیم خودم استفاده کردم، تو تیم مشاورم دارم استفاده میکنم. پس این که بگیم این روش آره یا نه، خودم دارم استفاده میکنم دیگه. نه چی دارید میارید؟ بله. تا اینجا درست؟ درست. بحث بعدی نمایندگیامون هستن که از نمایندگی‌ها استفاده میکنیم. الان که پخش زنده عربی انگلیسی مون هم شروع شده و خیلی چیز خوبیه، خیلی چیز خفنیه، هنوز اولشه و بهترش هم میکنیم، قطعا قوی ترش میکنیم. نماینده ها رو داریم آموزش میدیم. الان آخر حرفا میگم اینو تعدادش رو زیادترم داریم میکنیم،
و به نماینده آموزش میدیم. همین امروز یه جلسه داشتیم با جوادینا، داشتیم دوباره صحبت کردیم آقا نماینده چیا لازم داره، جنس اون نماینده زنده است، زنده است، جنس اونها شاید با تجار داخلیمون یه کمی فرق بکنه، میگیم چی نیاز دارن، کاراشون رو انجام میدیم. این خوبه. داریم از بانک‌های اطلاعاتی استفاده میکنیم. بانک اطلاعاتی ممکنه از نماینده ها دیتا بگیریم، ممکنه از هوش مصنوعی استفاده بکنیم، ممکنه از سایت های ترید استفاده کنیم. بانک های کاملی رو داریم به وجود میاریم که این هم یه روشیه و به ما ورودی خواهد داد. بحث بعدی همایش های پنجشنبه هامونه، همون تجارت حلزونی که استاد تالیا دیگه خیلی خوب توضیح داده. من سعی کردم اگه دقت کنید آموزشی اصلا صحبت نکنم، تو زمین استاد تالیا نیام، خیلی خوب توضیح داده و توضیح میده، از اون ظرفیت ها استفاده کنید. پنجشنبه ها رو آوردیم که خودمونم باشیم. از این هفته حالا یه چی بگم، یه خبر خوش میخوام بدم، یعنی چی بدم، یه مژده بدم که از این هفته سعی میکنیم تایمی که با بچه ها صحبت میکنیم رو افزایش بدیم. یه جایی رفتید اونجا داشتید میوه میخوردید، نه سعی میکنیم اون تایم رو یه ذره بیاریم بالاتر و خودمونم اصطلاحا کف سالونش باشیم، عالی، که به سوالات بچه ها بیشتر جواب بدیم، چون بعضی مثلا آخر جلسه ما رو گرفتن سوالاتشون رو پرسیدن، یه ذره میایم تو دسترس. درست. استاد تالیا میاد، ماس قربانی میاد، استاد وحید میاد، من میام، به سوالات جواب میدیم. مشاوره هستن، مذاکره یا هستن، همه بچه‌ها هستن، سوالا رو جواب میدیم و این روابط رو بیشتر میکنیم. چقدر. یه نکته فقط اینجا بگم، ما برای اینکه اینها رو افزایش بدیم و اینها رو گسترش بدیم، میریم به صورت گسترده نیرو استخدام بکنیم. یعنی یکی از اتفاقاتی که تو چند روز آینده میفته اینه که ما تعداد نیروهامون رو دوباره افزایش میدیم. یه جمله بگم بخندید، ما به بچه‌ها، به بعضی از بچه‌ها زدیم که آقا بیاین سر کارتون، یکی برگشت گفتش که آها به ما نیاز دارید. ما یه یوروبی هم دیگر نگاه کردیم گفتیم آی کیو تو بیکاری، تو گوشه خونه نشستی، ما هم بهت گفتیم بیا. یکی از بچه‌ها گفت مهندس پررو میشه، گفتم بابا ولش کن، بنده خدا تو خونه نشسته الان یه قل دو قل بازی می‌کنه دیگه، شکرشو می‌خوره، خب بیا بیا سر کار. و الان ما دوباره بچه‌های جدیدی اضافه خواهیم کرد. اینجا چند تا نکته وجود داره که تو نظر سنجی هم بردیمش. وقتی ما آدم جدید میاریم، یه نکته اولی که وجود داره اومدنشونه، بله. دو استخدام شدنشون و آموزش دادنشونه، سه پالایش کردنشونه. یعنی باز یه سری ها ضعیفن میرن، یه سری ها قویان رشد میکنن. تقریبا فکر میکنم یه دو ماهی موضوع طول بکشه. ما برای اول مهر قطعاً با یه توان خیلی بالایی تو سیگنال ورود میکنیم. درست. توان خیلی بالایی انشالله ورود خواهیم کرد. سیگنال هایی که سعی میکنیم اولاً کمیتشون در حد بسیار زیاد باشه. دقت کنیم، من کسایی که با هم کار کردم میدونم قانه یکم کمیت، قانه دوم کیفیته. یعنی میگم اول کمیت رو بکشیم بالا، بعد کیفیت. چون یک، ذات کمیت کیفیت میاره، ذاتش. و دو، شما وقتی هیچی نداری کیفیت چی؟ صفر ضرب در هر عددی صفر. اصلا شما خدای مذاکره باش، شما خدای مذاکره باش، کسی بهت زنگ آقا سایت زنگ بزنن خیلی خوبه، خب این به در هفته دوتا زنگ بده چیه؟ دوتا به کجات میخواد برسه؟ آقا سیگنال های مثلا بازارسازی 10% خوبه، خب خوبه 10% خوبه، من روزی 10 تا برم دارم، پس یه دونه خوب دارم. بعد یه چیزم یاد بگیرید، یه جا رفتم جلسه گفت شما میگید توی این قضیه 10% خوبه، گفتم خب من 10 تا زدم هیچی نشد، گفتم نگفتم یه دهمش، گفتم 10%، 100 تا بزن 10 تاش درست میشه. شما تو 50 تا اول ممکنه هیچی نگیرید، چرا؟ چون تو ضعیفی. چرا میگم کمیت رو بکشید بالا؟ کمیت بالا باعث میشه که کیفیتتون خوب بشه. آقا شما 60 تا مذاکره میکنی، ببین اینا رو من با گوشت و پوست و خونم لمس کردم. الان هادی سعید اینجا نشسته، رفتیم با هم جلسه با یه ایرانی که تو ارمنستان نشسته، تو ارمنستان و ازبکستان رابطه داشت، الان خیلی اینجا مثلا جدی نشسته دیگه. اتاق من خوبیش اینه که دوربین داره، فیلم مذاکرمون رو بذارید وسط بخندید، بذارید اینجوری نشسته بود اوتو کشت. عرضم به حضورتون که جناب ایرجی بود فامیلش، ایرجی اینجوری بابا یه ذره بشین راحت باش، راحت باش، 20 جلسه بره آقا، باید آدمه
ریل مالیشو داده باشه ما مطمئن باشیم بعد جلسه بریم. چی گفته؟ از کجا این قانون رو میاری؟ آقا بیارشون بالا، دو تا نکته یاد میگیری که، یه چیز جدید که یاد میگیری میفهم. من قسم میخوام تو اون جلسه به این گفتم فیکه ها، بهش گفتم این فیکه احتمالا، ولی ازش یه نکته یاد گرفتم، صادقانه میگم یه نکته ازش یاد گرفتم، یه نکته خیلی خوب و کاربردی هم بود، از همون آدم یاد گرفتم. بغلیش بدتر از اون شوریلی باش جلسه رفتم دیگه، میدونم چی کار میکنن. آقا تعدادتون رو بکشید بالا، ذات کمیت کیفیت میاره و از همه روش ها استفاده کنید. ما میریم تا اول مهر، امید به خدا انشالله تعداد سیگنال رو میاریم بالا. آقا سیگنال رو میاریم بالا، همین الان دارم واضح میگم سیگنال. نیایید اینجا، یه روزی من رفتم گیلاس بخرم، شروع کردم اینجوری توچین کردم، طرف بقیهش گفتش که گیلاس رو مشتی میخرم، گفتم که من دونه ای میخرم، گفت از ما نمیخری، گفتم از تو هم میخرم. هنوزم میتونم بهتون آدرسشو بدم، اول شرک قدس باهاش هم شوخی میکنم دیگه، از اون به بعد بهم کاری نداره. توت فرنگی رو من میتونم دونه ای که هیچی، شاتوت هم دونه ای ازش میخرم، هر کدوم خودم دوست دارم برم دارم. آقاش اینجا در حال خرید سیب زمینی پیاز نیستید که اینو میخوام اینو نمیخوام، اینو دارم تجارت میکنم. یه حالت فقط وجود داره، ثابت کنید این روش به درد نمیخوره. هر کدومو ثابت کردید من باید کلشو حذف کنم. باشه بدید من حذفش میکنم، میام اینجا میشینم میگم این روش به درد نمیخوره، بنده از اقتصادی چی نمیفهمم، پا میشم میرم. وقتی من تمام این روش ها رو، الان ما سیگنال میدیم، یه سری سیگنال ها رو میدیم به تاجرها، یه سری سیگنال ها مال ترسه که خودمون انجام میدیم برای بچهای ترسه، یه سری سیگنال ها سیگنال تجارت خودمونه. اگر من یه روش از این روش ها بود برای تیم خودم استفاده نکردم، شما میتونید بگید آقا درست، حق با شماست. وقتی تمام این روش ها رو انجام میدم، پس طبیعیه که شما با تمام روش هاشو انجام بدید. آقا من میدونم تیم مذاکرم جداست، تیم مشاورم جداست، تیم فنیم جداست، فنیام واسه اینا دارن سیگنال میسازن، دارم میبینم. تاجر قدیمیام بخش سیگنال دیگه خودشون انجام نمیدن، نیرو گرفتن مثلا برشون محتوا میزه. یه روز خسروانی تو جمعه، بله. خسروانی بغل من نشسته بود، دیدم توی مرکز تجارت پیام گذاشت، شمارهشو خب سیو دادم، گفتم خسروانی پیام میذاری؟ گفت ادمین دارم به جای من میذاره. من دارم میبینم خسروانی سیگنالشو خودش انجام نمیده، جوابشو میده، ولی اگه خسروانی بیاد پیش من بگه مهندس گروه تلگرام، میگم به توردی داد میاره، میگم بس دیگه. نه نداره، هر انقلتی بیارید من قبول نمیکنم، هیچ نهی برای من تعریف، هیچ اما و اگری تعریف نشد. همه روش ها خوب است، خدا رو شکر استاد تالیا داره خوب آموزش میده، شما میتوانید از همه روش ها پول در بیارید. یه سوال، یه جلسه رفتم یکی اومد پیش من گفت اینجوری گفتم یه سوال بپرسم، گفت قرار بود ما اینجوری بکنیم اینجوری، گفتم یه لحظه وایستا ببخشید خندم مجید اونجا نیست، زد سر بچهش، همون لحظه من دیدم خندم. بچه هم مستقیم هم نشستی خیلی، آخه من داشتم تو رو نگاه میکنم، یه جایی تقضا تو سرش. بهش گفتم یه سوال، پایه رابطه من و تو چیه؟ گفت پول. اون تموم شد. آقا پایه رابطه من و شما، پایه رابطه ما این بود که مشتری به من پیامک بزنه، نه الان این مشتری به من زنگ زده، قرار به من پیامک بده، من جواب تلفن نمیدم. ببین به من زنگ نزن، من اعصاب تلفن هم، من پیامم، من اصلا اعصاب ندارم. آقا چی کار داری میکنی؟ نمیشه تعیین تکلیف کن. من فقط به کسانی که به هم زنگ بزنن کد یک باشن، زیر کد یک جواب نمیدم. دیدی یه سری مثلا تبلیغات خاصی که فیکش زیاده، میگه فقط به خطوط دائم پاسخ میدم. یاد اینا میفتم واقعا من، که یعنی چی فقط به خطوط دائم؟ فقط جواب تلفن، پیامک پاسخگو نیستم. دیدید مثلا طرف ماشین آگهی میکنه، پیامک پاسخگو نیستم. خب نباش فدا سرم، منم به تو پیام نمیدم. چی به دست میاری؟ حالا اون میخواد یه چیزی بفروشه، یه بار شما زندگیتونه، کارتونه، وقتی کارتو گذاشتی روی این مسیر، زندگیتو گذاشتی روی این مسیر، پس خوب و بد نداره. آقا این مثلا چگالیه، موفقیتش 70% اون یکی 20%،
خب من از 20 هم استفاده میکنم، از 30 هم استفاده میکنم، از 10 هم استفاده میکنم، از 90 هم استفاده میکنم. باشه، هر وقت 90 هم پر کرد منو، از 10 هم کم میکنم. به طرف میگم کاری میکنی؟ گاهی وقتا واقعا عصبی میشم و میگه که نه. میگم اینو زدی؟ نه. چرا؟ قرار نبود من بزنم. بابا تو مگه نمیگی میخوام پول در بیارم؟ یه مثال یه بار برای بچه خودم زدم، نمیتونم اینجا بزنم، متاسفانه قابلیت پخش آنلاین دیگه نداره، آفلاین بود باز میگفتم، آنلاین دیگه نمیتونم بگم. یه واقعیتی آقا، شما اومدی پول در بیاری، وقتی اومدی پول در بیاری هر مسیری که بهت پول بده باش. من الان فردا 3 جلسه میرم، جالبه، جلسه اولم با یه نفر میرم که بهم هیئت تجاری بده از این به بعد، جلسه دومم با یه نفر میرم که یه کارایی بکنه، خیلی شاید پولی نباشه ولی میرم، سومی مسئول میز تجارت ایران با یه جاییه، اینم میرم که با اون جای تجارت بکنم. 3 مدل جلسه است. آقا فردا شب پوله؟ نمیدونم. من که میرم، من وظیفه‌مو انجام میدم، نتیجه دست خداست. شما بعضی از بچه‌ها، یه جوکی بود قبلا میگفتش که طرف میرفت حرم امام رضا، میگفت یا امام رضا این قرعه کشی ما برنده شیم. دوباره دفعه بعد رفت یا امام رضا این قرعه کشی ما برنده شیم، نمیام دیگه پیش تو. دوباره دفعه بعد رفت امام رضا، اومد به خوابش گفت بابا یه حساب باز کن تو این بانک. حالا طرف میگه من پول میخوام، چیکار کردی؟ هیچ. بابا استاد تالیا یه جمله‌ای داره میگه بخوابیم پول بریزن رو سرمون. این واقعیت چی دیدید خودتونو؟ به هر حال ما انشالله میریم تا اول مهر حجم سیگنالامونو به شدت بکشیم بالا، به شدت بکشیم بالا دیگه. ولی از این جملات هم نمیشنوم که من اینو میخوام اونو نمیخوام. من مامانتون نیستم که بگید من بادمجون دوست ندارم، برای من ماکانی درست کن. همشو انجام میدید یا غر نمیزنید، یا غر نمیزنید. آه مشکلی ندارم، حمید بادمجون دوست نداره، زور گشته بمونه تا شب نیمرو بخوره، زور قرقر نکن حمید جان. وگرنه میخوای بیشتر در بیاری، این گوی و این میدان در بیار. من تا اول مهر میرم سقف ورودی رو به همه تو بدم، کاری بکنم اصطلاحاً گوشیاتون سوراخ بشه دیگه، حجم کارتون انقدر بالا باشه که نتونید جمعش کنید، ولی دیگه بقیهش به من ربطی نداره. تو این دو سه ماه هم یه مدل یه سری آموزش ها رو استاد تالیا به ما قول داده برگردونه و شروع کنه و آموزش بده و تمام و تمام. ساعت هم برعکس بستم و تمام. میگم خدای چه ساعت اینجوریه، درست شد؟ اینم در مورد کاری که انجام میدیم. یه کوچولو صبوری کنید تا اول مهر بشه، ما به کوب نیرومون استخدام میکنیم، آموزش هاشونو میدیم، ظرفیت هامونو میاریم بالاتر، همه بچه هم توی این مدت آموزش ها رو کامل ببینن و همه آموزش ها رو ببینن، همه کارها رو انجام بدن تا انشالله بیشترین نتیجه رو بگیریم. انشالله بریم با پخش زنده بعدیتون تداخل کنیم. چکرم به افتخار مهندشم. خیلی متشکرم تا برنامه از دست سر نرفت. امروز کلا دست خانواده آقای موشانیه. آقا از هر نقطه استودیو صدا بچه‌ها به موشانی میاد. خیلی عالی. خدا حفظشون کنه، خدا زیادترشون هم بکنه. خیلی متشکرم از لطف همه عزیزان که ما رو تماشا کردن. شب شما بخیر. یا علی، خداحافظ.